سلام به خبرهای این ساعت با من امید دولت‌زئی خوش آمدید. نشست مسکو درباره روند صلح افغانستان امروز در پایتخت روسیه برگزار می شود. شورای عالی صلح می گوید در این نشست برای پایان جنگ و وادارسازی طالبان به انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان تلاش خواهد شد. در همین حال آمریکا اعلام کرده است که برای نظارت از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در این نشست نماینده می فرستد. در این نشست افزون بر اشتراک نمایندگان 12 کشور، نمایندگان طالبان نیز حضور خواهند داشت. شماره از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از حوزه کوچی ها می گویند که در انتخابات این حوزه تقلب های گسترده انجام شده و آنان خواهان بازشماری آرای کوچی ها هند. این نامزدان با شریک ساختن نوارهای دیداری از جریان تقلب در انتخابات تاکید می ورزند که رای های بدون بایومتریک برایشان پذیرفتنی نیست. ناامنی ها بیشتر از هر زمان دیگر جان و مال بازرگانان را در کشور تهدید می کند. مسئولان بخش خصوصی می گویند در یک هفته گذشته بیش از 18 موتر کالاهای بازرگانی در مسیر شاهراهای کشور و به ویژه در پایتخت دزدی شده است. در همین حال مسئولان وزارت داخله میگویند آنان برای جلوگیری از دزدی‌های مسلحانه با وزارت دفاع ملی طرح تازه را آماده ساختند. و با گذشت دو سال تا اکنون شاهراه اروزگان قندهار ساختن نشده است. شماره از مسافران و رانندگانی که از این مسیر عبور و مرور می‌نمایند میگویند پس از مسدود شدن شاهراه اصلی توسط طالبان، حکومت شاهراه فرعی را ایجاد کرد، اما تا اکنون اینجا دست ساختن نشده و مسافران با چالش های زیاد روبروند. این شاهراه اروزگان قندهار است که مسافران و رانندگان با دشواری و سپری کردن ساعت ها می پیمایند. آنان می گویند شاهراه عمومی را که طالبان مسدود کردند باز نشده و راه بدیل ساخته شده در وضعیت ناگوار قرار دارد. با گفته آنان درازی این جاده 38 کیلومتر است و حکومت سه بار تعهد ساخت آن را داده است، اما با آن هم این جاده به حالت خودش باقی مانده است. زما شپر زره ماشتی شپر زره زد کری ور کوم بیل دوری بیل مصرف دولت مر سره کوم چې هم کاری کوي د ساته څلور دین ساته لار د لاف مر ډیر خراب دي مشکل دی مټر وړ اس کی ترونه خراب وي ګولی خراب وي هر وړ اس کی نو در همین حال رئیس اداره فوادامه ولایت قندهار می گوید برای ساخت این جاده 30 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است و در حال حاضر 16 کیلومتر این جاده ساخته شده است. آنان دلیل تاخیر در ساخت این جاده را چالش های امنیتی و تدارکاتی می دانند. سمتال سفان از کار روز در نه میلیون مصرف سوی یه 20 میلیون افغانی پاتی دیم اکثرا سیغم در تدارکاتی چار لکس منصب یادان اکراغم از سوی هم مقام های ولایت قندهار می گویند امنیت این جاده تامین شده و کار ساخت آن نیز به زودی آغاز می شود. موږ په یو ډېر کلک عزم باندې او دا مو اراده کړې ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نوه سالنګاري په دې کې ونه کړو، خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د څه وخت راهیسې دا سړک ولاړو. راه قندار تریمکو ته باید امنیت بگیریم که ریاست محترم فایدامه ولوا انجینری که از مرکز جامعه اینا سرکت باسازی بکنه. با این همه شماری از مسافران و رانندگان با انتقاد از بیتوجهی و کمکاری حکومت در ساخت این جاده میگویند به دلیل تخریب این جاده بیشتر بیماران جانهایشان را در این مسیر از دست میدهند. این بود خبرهای این ساعت از خورشید. تا بعد، خدا نگهدار.